تاسو لاله خبرونې په دوام سره بیا هم ډیر شرخ لاس نن مو پر دې باندې غواړو خبرې وکړو چې سالم همپالنه په ټولنه کې څنګه رامنځته کولی شو. نو په همدې تړاو د فن بیان استاد ښاغلی دولت رحمان پهلوانزاده له موږ سره په خبرونه کې دی غواړو په عملي ډول یو څه ورڅخه زده کړو. پهلوانزاده صاحب بسیار تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و بسیار خوش آمدین به برنامه اصلی لا. سلام و درود دارم به تمام بیننده های عزیز. عصر همه شما عزیزان به خیر. امیدوار هستم که یک روز خوب و خوشی داشته باشین و همچنان سلام به شما. زنده باشین. این قرار است اینو با ما رو بزنین چطور؟ نه، قرار است که بیره یک کار خیلی مفید انجام بدیم و نشان بدیم یک داستان خیلی مفید دارن اینها، اما خوب است که در وقتی که زمانش رسید از این استفاده بکنیم. انشالله انتظار زده هم داشته باشین. خیلی عالی. سوال اول خود رو میخوام این گونه پرسان بکنیم که همزیستی مسالمت آمیز خودش چی است؟ خب. چی معنی میده؟ همزیستی مسالمت آمیز به این معنا هست که اگر ما عقایدمان با همدیگر یکسان نیست، یعنی باورهایمان مختلف هست و همه چیز ما در یک نگاه به شکل مختلف هست، باز هم بتونیم به خاطر از این که ما انسان هستیم و در یک اجتماع زندگی میکنیم، برای این که بتونیم نیازهای خود را رفع بکنیم، نیاز به یک زندگی مسالمت آمیز داریم و زمان زندگی مسالمت آمیز است که یک دیگر خود را بپذیریم که ما انسان هستیم و باور و عقاید ما مختلف هست، محل جغرافیای ما مختلف هست، شاید ما از اقوام مختلف باشیم، از نژادهای مختلف باشیم، از جغرافیاهای مختلف باشیم، اما همه ما در یک منطقه، فرض کن شما از لوگر هستین، ما از بدخشان هستیم، یکی دیگه ما از قندهار هست، از هر منطقه افغانستان هستین و بالاخره چیزی که بین ما از همه مشترکتر هست، ما انسان هستیم و امکان داره باورهای شما مختلف باشه و باورهای ما مختلف باشه. در صورتی که قدرت تحمل پذیری ایران نداشته باشیم که با هم بپذیریم و یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، ما به یک حالت هرج و مرج میرسیم. اما زندگی مسالمت آمیز زمانی هست که ما بتونیم با همدیگر بپذیریم که عقاید مختلف داریم. یک باغ با گلهای متفاوتش زیبا هست و یک گل هیچ به هیچ عنوان ما نمیتونیم یک باغ را باغ بگوییم. بنابراین باغ زیبا زمان یک باغ زیبا هست که گلهای متفاوت اونجا وجود داشته باشه. پس این گلها ما هستیم، این گلها ما هستیم، زبان ها هستیم. بله، اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، نژادهای مختلف، رسم رواج‌های مختلف، رنگ پوست مختلف، فرق نمی‌کنه که شما سیاه هستین یا سفید هستین. اصل چیز شما انسان بودن هست. اینکه شما یک انسان هستین و به عنوان یک انسان در این شما زندگی می‌کنین. اگر شما افغان هستین، مهم نیست که افغان بودن شما، مهم است که به عنوان یک ملت واحد باید خودتون در نظر بگیرین. اینکه تاجیک هستین، اینکه پشتون هستین، اینکه هزاره هستین، اینکه ازبک هستین یا هر قومی که هستین، بالاخره شما به یک هویت مشترک باید اعتقاد داشته باشین و به خاطر که زندگی مسالمت آمیز داشته باشین، باید با همدیگر پذیرش داشته باشین، همدلی داشته باشین، به یکدیگر احترام بگذارین تا یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. و افغانستان خانه مشترک همه ما هست. فرانسه صاحب، شما اشاره کردین که قدرت تحمل باید ایجاد شود. بله. فکر می‌کنید چگونه؟ تعریف شما از قدرت تحمل چی است؟ زمانی که ما به یک آگاهی واقعی از خود وجودی ما دست پیدا بکنیم، اون زمان هست که ما قدرت تحمل پذیری ما بیشتر میشه. میپذیریم که درست است که ما و شما از لحاظ اعتقادی، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ قومی، از لحاظ زبانی یا از هر لحاظ دیگر با هم دیگر مختلف هستیم، اما به این معنا نباشه که ما بیاییم اما عقاید و باورهای خود را بالای شما به زور بقبولانم، یا ای که بدون از اینکه شما بخواهیمش اون را به اجبار بالای شما کوشش کنیم که بقبولانم. روحیه مقاومت پذیری ما زمان بالا میره که، یعنی روحیه ما بالا میره که ما شما را بپذیریم، یعنی با همدیگر یک همزیستی و یک زندگی خوب و زیبا داشته باشیم که از شما آگاه باشیم، از این مسئله آگاه باشیم که ما میتونیم با وجودی که اختلاف نظر داریم و عقاید ما مختلف هست، باز هم یک زندگی زیبا داشته باشیم. قبلا هم در برنامه‌های قبلی گفتم دنیا تنها با همه چیز اگه خوب باشه، باز هم دنیا جای خوبی، باز از یک نگاه فلسفی خوب نیست. یعنی خوب و بد ملزم یک چیزی هستن، اما اگر ما این مثال قسمی بزنیم که زیاد بس ما فلسفی نره، زندگی قسمی است که به خاطر که زیبا باشه باید رنگ‌های مختلف وجود داشته باشه. بله. و این رنگ‌های مختلف میتونه مثال بیا تشبیه بزنیم به همین اقوام مختلف، زبان‌های مختلف یا هر چیز دیگری که شما در نظر می‌گیرین.
و این خیلی خوب است که شما بتونین که با همدیگر یک روحی سالم را حفظ بکنین و با چیزی که هستین یک دیگرتان را کوشش بکنین که احترام داشتن، با وجودی که تو اعتقادات ما با همدیگر همخوانی نداره یا ای که از هر نگاه ما با هم متفاوت هستیم، اما میتونیم که با در نظر گرفتن و او آگاهی ذهنی و معرفت اصلی که در ذهن ما به عنوان یک انسان از یک دیگر ما شکل گرفته وجود مشترک خود را حفظ بکنیم. یعنی بله. بالاخره ما در بعضی وجود مشترک، اما قدرت تحمل است. قدرت تحمل پذیری ماست. بله، وجود به جای از اینکه به دنبال نقاط بگردیم که با هم دیگر اختلاف داریم، کوشش بکنیم چنگ بزنیم به نقاطی که با هم دیگر مشترک هستند. ولی من فکر میکنم که ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، نقاط منفی هم اگه میگیریم بالاخره تاثیرگذار روی مثبت باشه، بالاخره ما رو به طرف مثبت بکشیم، یک چیز جدید رو ایجاد بکنیم. هدف این است که شما ببینید بعضی وقتا در یک اداره یک نفر کار میکنه، اگه شما نقاط منفی رو در نظر بگیرید، در یک اداره یک نفر کار میکنه اشتباه میکنه، اون نقطه منفیش هست، اما شما میبینید اونجا نقطه منفیش هم میگه، اینجا نقطه منفی گرفتن شما به معنای یک انتقاد سخت نیست، به خاطر اصلاح اون نفر هست. پس اینجا هدف ما اینی قسمتش هست که زمانی که شما میخواین قدرت تحمل پذیری داشته باشین، اگر نهایتا اگه شما بخواین که مقاومت نشان بدین در برابر هر چیزی که مقاومت نشان بدین، بالاخره او بزرگ شده میره، چی خوب باشه چی بد باشه. شما اگه به کار خوب زیاد فکر کنیم، اون کار خوب بیشتر میشه، گسترده تر میشه. اگه به کار بد یا مثلا به جنگ فکر کنیم، به هر اندازه که به جنگ بپردازیم، به مو اندازه جنگ وسعتش بیشتر میشه، پرخاشگرتر میشه. یعنی مثلا کسی که پرخاشگر هست، اگه شما به اون زیاد گیر بتین، به مو اندازه که شما زیاد گیر میتین، او پرخاشگرتر میشه، میتونین که روش های متفاوتر در او به کار ببرین. بنابراین اگه شما در زندگی مسالمت آمیز داشتین، به هر اندازه که احساس با هم بودن و نزدیک بودن بکنین، به مو اندازه احساس یا قدرت تحمل پذیری شما برای که بتونین یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشین بهتر و خوبتر میشه. پلامزاده صاحب، ترفند یا راهکاری برای همزیستی وجود داره؟ بله، به خاطری که بتونیم یک زندگی خیلی خوب و آرام داشته باشیم و بتونیم در کنار همدیگر با صداقت و صمیمیت دست پیدا بکنیم، اولین نقطه‌ای که میتونه که ما را به این وابسته یا به یک زندگی یا به سمت یک زندگی همدیگر پذیرانه یا همزیستی مسالمت آمیز سوق بده است که احترام متقابل خود را حفظ بکنیم. اگر ما بتونیم که به یکدیگر احترام متقابل را خود را حفظ بکنیم، میتونیم که به جایگاه و چیزهای خیلی بهتر از نقاطی که برای ما مثلا بین ما اختلاف هست به اونا بیشتر دسترسی پیدا کنیم. فرض کنیم شما این قسم هست، بین ما و شما اختلاف نظر هست که فرض کنیم روش برنامه تو میگه، فرض کنیم این پشت یک رقم باشه بک‌گراندش، باشه من میگم دیگر رقم بک‌گراند، این اختلاف نظر ما هست. در اصل یک نفر دیگه میاد میگه شما هر دویتون اختلاف نظر دارین، درست است؟ تو میگی یک رنگ باشه، من میگم دیگه رنگ باشه. اصل واقع چیز دیگه، اصل واقعی است که چون این برنامه به همین نام است، عصر هلال، نظر هر دوی ما امکان داره چیز باشه، اشتباه باشه. نفر اصلی واقعیت میگه یا ما میگیم، نفر سومی واقعیت گفت، درست است؟ چون ما نمیتونیم جریان که یک برنامه با یک نام دیگر هست ما بیایم و برنامه رو به یک نام دیگر بزنیم، هم نام و رنگش تغییر بدیم، این اشتباه است. بله. و قدرت تحمل پذیری که پیشتر هم گفتم که ما به یک آگاهی و معرفت باید دست پیدا بکنیم، این هست که اصل واقعی است که خب چون به این برنامه است باید هم بک‌گراند ما مو شکل باشه، رنگ ما انتخاب نباید به هر قسمی که دل ما خواست، یا بالاخره با هم میشینیم به این نظر میرسیم و به آگاهی میرسیم که باید این کار را انجام بدیم تا اینکه بتونیم به نتیجه مثبت و خوب برسیم. و از یادمون از بحث دور نریم، اولین نکته گفتیم که احترام متقابل هست، ما باید احترام یکدیگر خود را حفظ بکنیم. اولین نکته‌ای که میتونه که ما را به هم نزدیکتر بسازه و یک همزیستی مثبت داشته باشیم احترام هست. شما اگر به کسی احترام نکنید، مطمئن باشین که اون طرف هم به شما احترام نمیکنه. با هر کسی که برخورد میکنین احترام متقابل خود را باید حفظ بکنین، و یکی از نیازهای اصلی هر جامعه برای پیشرفت، برای توسعه، برای آزادی و برای سرعت پیشرفتش این هست که با همدیگر اعضای جامعه احترام روشان را حفظ بکنن، و این نخستین نکته ای هست که از نظر اخلاقی خیلی مهم است در هر جامعه. دومین نکته ای هست که باید ما به منابع جمعی یا مثلا مکانهای جمعی یا عمومی هستن این حس را داشته باشیم، این حس از خود بودن را داشته باشیم. یعنی شما میبینین فرض کن یک مکان عمومی هست، یک سرک هست یا هر چیزی که هست و هم از همه مردم هست، از یک نفر نیست، مکتب هست، در حفظ از اینها باید ما
کوشا باشیم، یعنی حفظشان بکنیم، چون این احساس احساسی که ما هم دهی حق دارم، دیگران هم دهی حق دارن، یعنی یک احساس با هم بودن و همزیست بله. بودن بر ما تلقی میکنه و این میتونه که اگر این احساس را شما زمانی که در خودتون فعال کردین، مطمئن باشین که زمانی میخواین کار اشتباه بکنین، یکی بخواین یک چه میگن یک پاگندگی ایجاد بکنین، اگر این حستون زنده باشه مطمئن باشین که این به صورت ناخودآگاه شما را مانی میشه. بله. یعنی شما این کار انجام جالب اشاره کردین فعال ساختن این حس. بله. خیلی آسان است، یکم توجه میخواد، توجه میکنه داخل. بله. اول توجه به خودت، مثلا به گلاسم توجه بله. میکنم فرض که خوب گفتم که باید یک احساس یا یک باوری که اگر این کارا ما بکنم، اگر فرض کنم فعلا به نفع ما هست، شاید به نفع چند نفر دیگر هم باشه، ولی در وضعیت فعلی شاید برای من باشه، ولی در آینده به اندازه‌ای برای من نقص برسانه که این مفادی که فعلا میکنم هیچ برابر رو حساب شدن نتانه. بنابراین حس جمعی خود را باید فعال بسازیم که در مقابل منافع جمعی خود را مسئول بدانیم، تا که بتونیم یک زندگی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. خب. این دومین نکته بود که ما میتونیم که در زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. فرصت ما داره کمتر میشه. کوشش میکنم که کوتاه بسازم. خب. دیگه ای که سیونی هم خیلی مهم هست، دیده باشیم بعضی ها هستن میان مثلا هیچ موضوع به شما مثلا اونا رب نداره، میان در موضوع شما مداخله میکنن. خب زمانی که هر کسی که هیچ حق نداره بیاد موضوع شما مداخله بکنه، شما را حتما فشار میه. زمانی که فشار آمد یک نوع اختلال ایجاد میشه، شما مجبور هستین که برازو بگین شما ناق مداخله میکنین. همین مشاجره ای لفظی که وجود داره باعث میشه که این مثلا بیشتر در کجا با وجود میه، زمانی که شما فرض کنین که هموطاقی دارین، میاد کارهای شما ناق ناق دخالت میکنه و این باعث میشه که با یکدیگر فاصله بگیرید، که فاصله اجتماعی بینتون ایجاد بشه و همچنان اختلافات خیلی جدیتر پیدا بکنیم، در کارها با هم دیگر کمک نکنیم، کوشش میگیم که او را کم بزنین یا کم بیارین پیش دیگر و این زندگی مسالمت آمیز از بین میبره. ولی اگر شما بتونید که در کارهای دیگران مداخله نکنید، تا زمانی که از شما خواسته نشه نباید کار کسی دیگر مداخله بکنید، چون باعث اختلاف میشه و باعث میشه که شما از نظر اجتماعی فاصله بگیرین، اخلاق اجتماعیتون زیر تأثیر بره و جاوی هستین و به یک فضای اختلاف زا ایجاد بکنین که باعث بشه که از هم دوستیتان ضربه بخوره و فاصله بگیره. و خود احترام دادن است تا زمانی که از شما نظر نخواسته شما نظر بله. نمیدین. تا زمانی بله. که از شما نظر کسی نخواسته نباید مداخله بکنین و نباید هم نظر ناق یا نظری که هیچ ربط نداره به موضوع و یا بله. هیچ از شما خواسته نشده شما بیاین در کسی دیگر بله. در کار کسی دیگر هم مداخله بکنین. حفظ اتحاد و دوستی است. من دوست دارم که قبل از اینکه همین مسئله را تشریح بکنم، من میخواییم که از ودان سیب امی وسایل را بگیرن. خب. و از کامرامین هم میخواییم که امی کامرا را زوم بکنن روی این مسئله. خب. ودان سیب یک اول این شد بگیریم، تنهایی شد بگیریم. اینی؟ بله تنهایی را اول بگیریم. اصل داستان این هست که شما ببینیم، فرض کنین ای چوب یکی از شما هست، یا فرض کنین شما ای یکی از اقوام افغانستان هست. خب. یا هر چیز دیگری که شما فکر میکنین، اگر این به صورت تنهایی باشه هر کس میتونه این رو بشکنه. و دانسیب شما میتونه این رو بشکنه؟ کشش میکنه که بشکنم، یعنی بشکنه میتونه بشکنه بشکنه. آره. خب. این میده شد. آره. فرض کنید شما هستین، اگر به تنهایی حرکت بکنین هر کسی قادر هست که شما را بشکنه. حتی اگر تمام اقوام، اگر ببینین یکی از اعضای هر اقوامی که بخواهی که با همین شکل پیش بره در افغانستان، بدون شک کسی پیدا میشه که بالای زور بشه و ایره بشکنه. نکته بعدی، اما برعکس این موضوع، اگر ببینین موضوع را تغییر بتیم، اگر ما در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنن، تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، نورستانی، عرب، گجر، هر قومی در افغانستان است، اگر همه از اینها با هم اتحاد بکنن، شما بگیرین تغییر سیستم میدیم، بفرض کنین تمام اقوام یک جای شده و یک دست شده. آیا کسی قادر و یا قدرت ای را داره که بیا اینها را میده کن؟ وادم سی میتونین شما زور. خب ای را میتونین بشکنن؟ توانایی ندارم اینا را بشکنن. دلیلش ای هست که شما میشه زوم بکنین، میشه زور بزنین. خب. یعنی این نشان دهنده ای هست که اگر به هر اندازه ای که با همدیگر اتحاد داشته باشیم، خب. به هر اندازه ای که با همدیگر صمیمیت داشته باشیم، به ما اندازه قوی تر، سالم تر و بزرگتر هستیم.
و این میتونه که یک فضای صمیمیت و همزیستی خیلی زیبا را بین ما ایجاد بکنه. اگر تمام اقوام افغانستان دست به دست هم بتن و با همدیگر باشن و یک اتحاد کامل ایجاد بکنن، یک زندگی مسالمت آمیز و یک زندگی زیبا را میتونن در افغانستان خلق بکنن. اما اگر به صورت تنهایی بخواین حرکت بکنن، از هر قومی در هر گروهی که شما اینو میتونین تشبیه بکنین، در هر حالتی یا خانواده هم میتونین تشبیه بکنین، اگر یک اعضای خانواده بخواد به تنهایی حرکت بکنه بدون مشوره تمام اعضای خانواده، امکان داره که اشتباه بکنه و بشکنه. اما اگر همه اعضای خانواده با یک اتحاد و با یک همبستگی حرکت بکنن، هیچ کس قادر به شکستن از اونها نیست. پس یکی دیگر از ویژگی‌های یک زندگی مسالمت آمیزی هست که ما باید با همدیگر اتحاد و همدلی داشته باشیم. یکی دیگر نکته دیگر هم این هست که شما به خاطری که بتونین که یک زندگی مسالمت آمیز و زیبا داشته باشین، خب، باید کسی که زمانی بر شما یک کار انجام میده، فرض کن شما، ما از شما خواستیم یک کار انجام بدین، درست است؟ مثل که این کار انجام دادن، بله، فرض کن این انجام دادیم، من از شما سپاسگزارم که علی سپاسگزارم میکنم از کاری که انجام دادین. ما در یک اجتماع زندگی میکنیم و اجتماع به خاطر به وجود آمد که انسان ها چون یک موجودات اجتماعی هستن و این انسان ها نیازهای مشترک دارن، بله، امکان دارم من به یک کاری به شما ضرورت داشته باشم و برعکس شما به یک کاری به من ضرورت داشته باشین، و به همین دلیل هم اجتماع به وجود آمده که ما بتانیم با زندگی کردن با هم، با یک اجتماع تشکیل دادن، تو بتانی که از طریق تو من بتانم نیازهایی که خودم نمیتونم مرفوع بسازم، از طریق تو بتانم مرفوع بسازم، و برعکس تو از طریق من بتانی مرفوع بسازی، درست است؟ و اینجا زمانی که خیلی یک احساس خوب میتونه، زمانی که شما یک کار را برای کسی انجام بدین و او احساس سپاسگزاری داشته باشه، یعنی از شما تشکری بکنه و قدردانی بکنه، زمانی که کسی از شما احساس سپاسگزاری میکنه، مطمئنم که یک نوع احساس خوب براتون دست میده. شما از من تشکر کنید، من خیلی احساس خوب میکنم. احساس خوب کردم. خوب خیلی ممنون از شما. خب پس نکته دیگری که میتونه برای یک زندگی مسالمت آمیز و یک همزیستی مسالمت آمیز خیلی مؤثر باشه و یک رفتار اجتماعی خیلی قوی هست، احساس سپاسگزاری هست، و این میتونه که زندگی را زیباتر و خوبتر بسازه، و این نشان میده که زمانی شما برای شما یک کسی یک کار انجام میده، این احساس احترام رو برای از او تلقی میکنه که شما از او سپاسگزاری میکنید، این نشان میده که شما به کاری که اونو انجام دادن ارجحیت یا احترام قائل هستین و او کار بزرگ میبینین و برای از او سپاسگزار هستین. اینها همه از اینها مهارت هایی است که با رعایت کردنش یا با انجام دادنش میتونیم که به زندگی مسالمت آمیز و خوب دست پیدا بکنیم. بله، بسیار تشکر از شما دولت رحمان پهلوان زاده، استاد فن و بیان، و واقعا تشکر میکنیم که آمدین و به طور عملی یک کار را انجام دادیم که اونم همزیستی مسالمت آمیز است که واقعا ضرورت داریم در جامعه ما. خیلی ممنون از شما. ممنون شما، سلامت باشین. زنده باشین. نولتا سخم دیر مننه کوچی تر دید ما لمر سره اوسی یو ریپورتر لرو د سولې په اړه باندې چې تیر اونۍ مو بحث ور باندې کړی و، دا ځلې دوهم پړاو پیل سوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې کمپاین کې له موږ سره یو ځای واوسئ. ریپورټ لرو د فراد حکیمي، بیرته ژره ګرځو، عصر هلال به دوام ولري. په همدې تړاو به مېلمه ولرو چې څنګه کولی شو په افغانستان کې د دغه کمپاین ملاتړی واوسو. کمپاین ملی ضد جنگ که از سوی جمعیت اصلاح و چندین نهاد مدنی و اجتماعی دیگر هفته قبل آغاز شده است، وارد مرحله دوم خود شد. هشتک زیر نام به گفتگوهای صلح سرعت بخشید در شبکه‌های اجتماعی به سرعت در حال پخش شدن است. صدای ما به هر دو جناحی که دولت افغانستان هست و حرکت طالبان هست، این است که برای مذاکرات صلح قدم‌های استوار، صادقانه و جدی را بردارن. خواست ما از هموطنان عزیز ما این است که صدای قطع جنگ، صدای صلح، صدای آغاز مذاکرات بین الافغانی را به شدت بلند بسازن. خواست ما و تقاضای جدی ما از سیاستمداران و از رهبران احزاب در افغانستان این است که به لحاظ خدا دست به کار شوید، وحدت بکنید، از خواستهای شخصی کوچکتان بگذرید به خاطر نجات این ملت، و راه گفتگو و مذاکره را با حرکت طالبان یا در مجموع با مخالفین باز کنید
و حکومت افغانستان را هم برای این گفتگو وادار بسازید. علمای دین و استادان دانشگاه نیز از طرفهای درگیر جنگ میخواهند که هرچه زودتر گفتگوهای صلح بین الافغانی را تسریع بخشند. خاطر ضرورت که مسئله در واقع برگزاری اجلاس صلح از سر شروع شه و به شکل جدی در واقع پیگیری شه تا ملت به سر سامان برسه. رازی هغه څه چې په د تفاهم له لارې نه کولای شو هغه باید د تفاهم له لارې نه لاسته راوړو. نور نو وطن بحران ته بیول او چې هغه د الله تعالی د بندګانو پکې مصیبتونه راځي، قتلونه پکې راځي، وینه پکې تویږي. رازی چې مونږ دغه خواته مخه وکړو چې الله تعالی مونږ ته په دې ولس کې او په دې هیواد کې د اسلام تر سوری لاندې یو آرام ژوند او استقرار را په نصیب کی. د ولس د فرد فرد او د مجموعی ولس غوښتنه داده چې صلح وکړي او نور دا د افغانستان قضیه د جنگ د لارې د حل کېدل یې ناممکن دي او کوم ځایو کې چې هلته د صلح د پاره خبرې اترې شروع دي په هغه کې باید سرعت او چټکتیا رامنځته شي او نور د بې ځایه بهانو وخت تیر شوی دی او فرصتونه چاته نه پاتې کیږي، د فرصتونه د لمنځه ځي. نو زما هیله د ټولو جنګي ډلو نه او د ټولو اطرافو نه دا ده چې هغوی په عاجله توګه باندې د سولې خبرې اترې پیل کړي او د سولې په خاطر باندې یو د بل سره مصالحه وکړي او یو د بل ځینې غوښتنې ومني تر څو زموږ په هیواد کې صلح راشي او زموږ په هیواد کې جنګونه او زموږ په هیواد کې مشکلات له منځه لاړ شي. شهروندان خسته از جنگ نیست خواهان پایان دادن به جنگ در کشور هستند و میگویند که دیگر تحمل این همه جنگ را ندارند. یعنی دومره جنگ موږ په دې وطن کې په دې ملک تیر شو، یعنی چې موږ وړه په دې جنگ کې راستر شو. یعنی په دې جنگ کې دوی څه خیر دلې وروره خو موږ به ووایو چې والله خیر وکړي، موږ به ورسره ملګري شو. په جنگ کې خیر نشته، خیر سره وروره یو خپل سوله وکړي چې دغه خلک وروره د ملت مو جوړ شي، د وطن مو جوړ شي وروره، په خپل منځ کې ورونو غونته دي وروره، د عزیزانو غونته داسې یو خپل ژوند تیر کړو وروره. قانون ما از کسایی است که در رأس صلح قرار گرفته که یک صلح پایدار دوامدار صلح باشه که در خیر مردم افغانستان قرار بگیره. خاطر سرعت بخشیدنش صادقانه عمل بکنن هر دو جناح، فقط تا صادقانه در عملشون صداقت نباشه مشکل است که گفتگوها با نتیجه درست بیانجامه. بشین صلح کنین، معاون خود جور بین صلح کنین که کندیزی وطن ما گم شوه. روایه که مخالف صلح هستن هم از این طرف هم از این طرف، یا باید بشینن مذاکره کنن. بخو نمیشه که مردم هر روز مردم افغانستان قربانی داده برن، هر روز شهید داده بریم، هر روز کشتار دی وطن کشتار شوه. بالاخره صلح باید به هر قیمتی که میشه دی وطن باید صلح باید. تاخیر در گفتگوها و تاخیر در روند صلح به معنی ادامه جنگ در کشور و معنی ریخته شدن خون هرچه بیشتر هموطنان ماست و این برای ملت قابل قبول نیست. از این خاطر ملت از تمامی طرفهای مذاکره کننده میخواهد که گفتگوهای خود دستورت ببخشن و به نتایج خوب دست پیدا بکنن. کمپاین ملی ضد جنگ در حال آغاز شده است که در هفته‌های اخیر جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در اکثر ولایت‌ها شدت یافته و ده‌ها ولسوالی میان طرفین دست به دست شده است. از سوی هم روند کنونی گفتگوهای صلح به کندی پیش می‌رود.